10 تا از قوی ترین و عضلانی ترین زنان در دنیا. امروز با یک موضوع بسیار جذاب و هیجان انگیز در خدمت شما هستیم. امروز درباره 10 تا از قوی ترین و عضلانی ترین زنان دنیا صحبت خواهیم کرد. زنانی که نمونه های باور نکردنی از قدرت، استقامت، اراده و تعهد هستند. در این ویدیو شما با تعدادی از برترین و باشکوه ترین ورزشکاران زن دنیا آشنا خواهید شد. از مبارزه کنندگان MMA تا بدنسازان بیدرنگ، حتما از دیدن این ویدیو لذت خواهید برد. یادتون نره برای حمایت از ما دکمه لایک و سابسکرایب رو حتما بزنید. شماره 1، آلیشا یانگ. اون در زمینه بدنسازی و قدرت بدنی فعالیت میکنه و به عنوان یکی از برترین و بزرگترین بدنسازان زن حال حاضر در صنعت بدنسازی شناخته میشه. در سال 1976 در آمریکا به دنیا اومده و از جوانی علاقه زیادی به ورزش داشته و در طی سالها با تمرین سخت و متعهدانه به شکل بدنی قدرتمند و منحصر به فردی دست پیدا کرده. اون یک مربی بدنسازی موفقه و با الگو نشان دادن خودش الهام بخش تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران در جهان شده. ناتالیا زوترو، یک ورزشکار زن بسیار موفق و قدرتمند، در سال 1987 در روسیه متولد شد. اون به خاطر عضلات فوق‌العاده‌ای که داره بسیار شهرت داره. ناتالیا در مسابقات بین‌المللی بدنسازی شرکت کرده و توانسته یکی از نمونه‌های برتر بدنسازی زنان شناخته بشه. عضو تیم ملی روسیه است و در بسیاری از رقابت‌ها و مسابقات موفقیت‌های چشمگیری به دست آورده. اون علاوه بر کار بدنسازی، به عنوان مربی و سخنران حرفه‌ای هم فعالیت می‌کنه. شماره 3، بب فرانسیس، یکی از معروف‌ترین و قدرتمندترین ورزشکاران زن در صنعت بدنسازیه. در سال 1955 در استرالیا متولد شده و به عنوان یکی از اولین بدنسازان زن حرفه‌ای شناخته میشه. اون تا حالا موفقیت‌های چشمگیری رو در زمینه بدنسازی کشف کرده. پدر و مادرش هر دو مربی بدنسازی هستند. در سال 1985 در مسابقات جهانی بدنسازی شرکت کرد و توانست مقام دوم رو کسب کنه. بعد از اون به عنوان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌ها در صنعت بدنسازی تبدیل شده. اون حالا مدیر و مالک باشگاه به فرانسیس پاور هاوس در نیویورک که نقش مهمی در آموزش و رشد ورزشکاران بدنسازی در سراسر جهان ایفا کرده. شماره 4، چن بینلینگ، یکی از برجسته ترین و معروف ترین ورزشکاران زن در صنعت بدنسازیه. در تایوان به دنیا آمده و از قابلیت‌های بدنی فوق‌العاده‌ای برخورداره. اون در مسابقات بین‌المللی بدنسازی شرکت کرده و در بسیاری از آنها مقام‌های برتری رو به دست آورده. اون دارای یک بدن بسیار قدرتمند و تکامل یافته است که تمرینات سخت و تغذیه مناسب باعث شده به یکی از بهترین‌ها در این صنعت تبدیل بشه. شماره 5، آیریس کایل. اون در سال 1974 در آمریکا به دنیا آمده. کایل دارای بدنی با اندام و حجم و عضلانیه که بسیار مورد تحسین قرار گرفته. برنده 10 بار مستر اولمپیاس که این رویداد یکی از بزرگترین رویدادهای بدنسازی در جهانه. همچنین اون در بسیاری از رقابت‌های بین‌المللی دیگری مثل آرنولد کلاسیک هم به موفقیت‌های بسیاری رسیده. آنتا فلورچیک. فلورچیک در تاریخ 12 دسامبر 1977 در شهر دبلین در پرتغال به دنیا آمده. اون به عنوان یکی از زنان قدرتمند جهان شناخته میشه و 6 بار قهرمان جهان در رشته قدرتمندی یا استرانگمن رو به دست آورده. آتنا فلورچیک در ورزش موفقیت‌های فراوانی به دست آورده، اما پشت صحنه اون تلاش و همت بالایی که در کنترل تغذیه صحیح و نزد در تمرین داشته. نکته قابل توجه اینه که
اون به تمرینات منظم قدرتی و استقامتی به میزان بالایی متعهده و یک الگوی الهام بخش برای زنان و مردانی که به دنبال تقویت قدرت و بهبود عملکرد جهانی خودشون هستند. شماره 7، کریستی هافکینز. اون در رشته پاور لیفتر فعالیت میکنه. در تاریخ 22 فوریه 1990 در مریلند آمریکا به دنیا اومده و در سال 2018 موفق شد رکورد جهانی اسکوات رو بزنه. همچنین در سال 2017 هم رکورد ددلیفت رو هم شکسته بود. اون با وجود حضور چشمگیر در رشته قدرت‌گرایی در رقابت‌های بدنسازی هم شرکت کرده و در این رشته هم موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورده. شماره 8، جکلین جی فاکس. جکلین جی فاکس، مشهور به جکی فاکس، یکی از قهرمانان بوکس و تنیس اهل آمریکاست که در دهه‌های 60 و 70 به عنوان یکی از ورزشکاران بزرگ جهان شناخته شده بود. اون بارها به عنوان قهرمانی اتحادیه بوکس بین‌المللی IBF و اتحادیه جهانی بوکس WBA مشخص شده بود. شماره 9، دونا مور. در بریتانیا متولد شده و یکی از برجسته‌ترین ورزشکاران در رشته وزنه‌برداریه. دونا مور زندگی حرفه‌ای خودش رو در دهه 20 آغاز کرده و به طور مداوم در مسابقات بین‌المللی شرکت کرده و در بسیاری از رقابت‌های معتبر حضور پیدا کرده و چندین مدال نقره، برنز و طلا هم کسب کرده. شماره 10، جودی گلنی. در آمریکا متولد شده و به عنوان یکی از برترین ورزشکاران در این رشته شناخته میشه. اون زندگی حرفه‌ای خودش رو در دهه 1990 میلادی آغاز کرد. همچنین در رقابت‌های مهمی چون المپیک، قهرمانی جهان و رده‌بندی بین‌المللی هم حضور پیدا کرده. در برخی از مصاحبه‌ها جودی از اهمیت روحیه و اعتماد به نفس بالایش در موفقیت‌ها و پیروزی‌هایش سخن می‌گوید و تأکید می‌کنه که برای رسیدن به اهداف بزرگ باید با اعتماد به نفس به خود و مثبت اندیشی در موقعیت‌های چالش برانگیز به خودمون ایمان داشته باشیم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و شما رو در ویدیوهای بعدی هم ببینیم. اگه هنوز کانال ما یعنی مجله دانستنی‌ها رو سابسکرایب نکردید، حتما سابسکرایب کنید و نظرتون رو درباره این ویدیو برامون بنویسید.